برخی از شهروندان کشور در کابل امروز پس از ادای نماز جمعه گرده هم آمدند و ادامه حمله های اسرائیل بر نوار غزه را نکوهش کردند. آنون که خواهان توقف بیدرنگ نبرد در نوار غزه هستند، سکوت کشورهای اسلامی را در این باره نیز انتقاد کردند و پشتیبانی آمریکا را از اسرائیل در برابر فلسطینیان جنایت بشری خواندند. ستاسو فی الحال چې دا کوم وحشت په اسرائیلو دی، بې دفاع مظلوم ولس باندې دی، دا هیڅ د زغملو وړ نه دی. موږ دا په سختو ټکو باندې غندو. مسلمانان ټول د یو بدن حیثیت لري. کله چې کافران په مسلمانانو سترګې رابرګې کې، د مسلمانانو د ځوانانو په بدنونو کې ایمان پا جذبه شی. آنان در خطنامه خواهان توقف جنگ در نوار غزه، پشتیبانی از فلسطینیان، رسیدن کمک های بشری به مردم فلسطین و برداشتن گام های عملی از سوی کشورهای اسلامی در این باره نیز شدند. مک افغان ولست د فلسطین او غزی پر مسلمانانو د اسرائیل او د غازی پر رشیم لور د خوراکی توکو برېښنا او اوبو بندول چې د بشریت ستر ضد جنایت دی پټلک او ټکو غندو. طبعا او حق مظلومات شونه است که در مظلومات قرار گرفتن و خداوند انتقام و را ان شاء الله گرفتنی است میگیره. د غزه میگذره یک جنایت جنگی است که نان قطع است، بار قطع است، بمباردمان جریان داره، قتل عام مردم فلسطین جریان داره و ما این از نظر شرعی و انسانی قطعا یک عمل جنایتی بین المللی میدانیم. برخی از کودکان نیز در این گردهمایی و پشتیبانی از مردم فلسطینی شرکت کردند. غزه را آتش زدن، مردم غزه را تیکه تیکه کردند. کجاست حقوق بشر؟ ما باید امروز دست به دست هم بتیم و غزه را نجات بتیم. از آغاز نبردها میان حماس و اسرائیل بیش از 67 روز میگذرد و از آن هنگام تا کنون بیش از 18,000 فلسطینی جان باختند و بیش از 50,000 فلسطینی دیگر زخمی شدند.